در پشاور شمال و غرب پاکستان خبرنگاران علیه کشته شدن دو خبرنگار و یک کارمند آژانس اطلاعات تظاهرات کردند. به گاهی 28 آگوست در شهر کویتا جنگیان مسلح وارد اداره آژانس شده کارمندان آن را هدف تیر قرار دادند. تظاهرگران از حکومت طلب کردند که امنیت کارمندان وسایط اخبار عامه را تامین کرده قاتلان را به جوابگری کشند. همچنین در پشاور پروفسور دانشگاه برگشت خود به خانه اش را جشن میگیرد. او 4 سال قبل از سوی طالبان ربوده شده بود. اجمل خان نائب رهبری کالج اسلامیه ماه سپتامبر سال 2010 از سوی سلاح بدستان ربوده شده بود. مقامات رسمی پاکستان میگویند که پروفسور در پی یک عملیات حربی آزاد شده است، اما منبعها از داخل طالبان میگویند پروفسور بر عوض آزادشوی یکی از رهبران طالبان از محبس رها کرده شد. در افغانستان کمیسیه مستقل انتخاباتی به سازمان ملل متحد مراجعت کرده خواست شماری ناظران را که حساب دوباره انتخابات پرزیدنتی را مراقبت میکنند افزایش دهد. سخنگوی این مرکز گفت اگر کمک سازمان ملل متحد سری وقت آید، در دوام چند روز آینده شمارش دوباره آوازها به انجام می رسد. نتیجه های دور نهایی انتخابات پرزیدنتی افغانستان مورد تفتیش قرار گرفتند، زیرا یکی از نامزدها عبدالله عبدالله گفت که هواداران رقیبش اشرف غنی به تقلب گسترده در آوازدهی راه دادند. در منطقه قراسوی قرغیزستان خشکی به عمل آمده است، زیرا ازبکستان مجرای آب را بست است. مقامات ازبکستان میگویند کانال بسته شد، زیرا میزان آب در آبانبوری که این کانال را تامین میکند خیلی پایین رفته است. منصبداران قرغیز میگویند در حال حاضر از این اقدام ازبکستان 40,000 نفر و 3 هکتار زمین حاصلخیز با کمبود شدید آب مواجه شده اند. در جمهوری تاتارستان روسیه نشست ناشران مجله های ترک زبان برپا شد. این ملاقات را در شهر قزان رویل فیزولین سردبیر مجله تاتار زبان سروری نمود. در این نشست بین المللی که با اشتراک چندین ناشران مناطق روسیه و خارج از آن برگزار گشت، هماهنگی و همکاری در تبادل اثرها و ترجمه بررسی شد.